یک دو سه یک دو سه. سلام بچه ها، سلام سلام سلام. صدا و تصویر من رو دارید؟ اگه دارید اوکی به من بدید لطفا. صدا هست؟ مرسی. سلام بچه ها، سلام به همه شما بچه های عزیز درجه یک و خوب خودم در شهر اهواز، آموزشگاه اندیشه، دانش آموزان عزیز سال 11 امسال تشریف میبرن سال 11 انشاءالله که یک سال خیلی خوب در کنار همدیگه باشیم و انشاءالله یک فیزیک خیلی خوبی رو با همدیگه بخونیم. بچه ها من لازم میدونم قبل از اینکه بخوام درس رو شروع کنم بچه ها یک توضیح کلی در راجع به فضای کلاس بهتون بدم که ما در این کلاس چیکار میکنیم، درسمون کی قراره تموم شه، چه جوریه، شیوه تمریناتمون چیه، چه تمریناتی داریم، چقدر تست میزنیم، چقدر تشریحی کار میکنیم، اینا رو بهتون بگم. اولا بچه ها خب باعث دلگرمیه که دانش آموزانی مثل شما الان سر کلاس حضور دارید. بچه ها من همیشه میگم دانش آموزی موفقه که بتونه فشار کنکور رو برای خودش بشکونه. شکستن فشار کنکور قلق داره بچه ها. من همیشه این توضیح رو به بچه ها میدم، خوب نگاه کنید. ما اگه بچه های عزیزم فشار کنکور رو اینجوری رنگش عوض کنم برشون بنویسم، یه چیزی تعریف کنیم به نام فشار کنکور. میگیم بچه ها فشار کنکور یه کسره، حجم مطالبی که باید بخونیم تقسیم بر زمانی که داریم. الان شما بچه ها فرض کنید من یک کسری دارم به نام فشار کنکور، من چیزی رو به نام فشار کنکور برای شما تعریف میکنم، حجم مطالب تقسیم بر زمان. خب بچه ها این حجم مطالب که دست ما نیست، این برای همه ثابته، یعنی تمام عزیزان چه از شما و کسایی که حالا در کل ایران در این کنکور میخوان شرکت کنن در سال بعدی حجم مطلب واسهشون ثابته. اما چیزی که دست ماست بچه ها این زمانه. هر چقدر ما زودتر خوندنمون رو شروع کنیم، این زمان رو زیاد بکنیم بچه ها، زیاد شدن این مخرج کسب باعث میشه فشار کنکور برای ما کاهش پیدا میکنه. در حقیقت این کار باعث کاهش فشار کنکور میشه. دانش آموزایی که بچه ها از اول تیر ماه، اوایل تیر ماه، یه دانش آموزی که تازه میخواد بیاد 11 سر این کلاس نشسته، برای من خیلی دانش آموز ارزشمندیه. شماها خیلی برای من ارزشمندید، چون دارید میگید از الان دارید به یک هدف بزرگ فکر میکنید. خیلی ها الان شاید نشستن دارن سریال نگاه میکنن، خیلی ها نشستن پی تفریحشونن، خیلی ها الان خوابن، شما پای تلویزیون نشستید، پای مانیتور کامپیوتر یا در حقیقت این موبایلتون نشستید، با این شرایط مسخره کرونایی که داریم دارید خودتون رو تو کورس نگه میدارید. خیلی این خوبه که من شما دارید به من پیام میدید، میگید ما هدفمون انگیزمون قوی تره. پس ما اولین گام رو داریم، یعنی انگیزه. اما چه کار ما برای شما میخواییم بکنیم؟ هدف ما برای شما برنامه‌مون چیه؟ چه کارهایی داریم؟ ببینید بچه‌های عزیزم، خیلی از شماها بچه‌ها همه پیام سوال میپرسن آقا بله کلاس‌ها نمیدونم حضوری میشه، آنلاین میشه، چی میشه؟ شما حضوری میایید؟ آیا کلاس ما امکان داره حضوری هم بشه؟ من یه توضیح به شما بدم بچه‌های عزیزم، به محض اینکه ما اجازه کلاس حضوری داشته باشیم، کلاس‌هامون رو به صورت حضوری هم خواهیم داشت. شاید بعضی از شما عزیزان به من بگید عباسیان ما حتی اگر کلاس حضوری بشه باز میترسیم. خب یه کلاس آنلاین هم داریم، یعنی بچه به محض اینکه آموزش پرورش به ما اجازه برگزاری حضوری بده، همزمان هم کلاس خواهیم داشت به صورت حضوری، به اضافه آنلاینمون هم سجای خودش میمونه. یعنی بچه هم یک کلاس آنلاین خواهیم داشت هم حضوری. حالا دانش آموزانی که دوست دارن بیان از کلاس حضوری استفاده کنن، تشریف میارن سر کلاس های حضوری. بعضی از شما عزیزان شاید به من بگید عباسیان نه، من دلم میخواد تا آخر آنلاین بخونم، میترسم بیام یا اصلا مسیرم دوره یا اصلا از شهرستانه اطرافم برام سخته. ما اون کلاس آنلاین ما هم برای شما خواهیم داشت. راجب کتاب دهم سمانه برنامه خیلی خوب دارم. اتفاقا سمانه از من پرسید آقا کتاب دهم رو هم درس میدید؟ امسال برای اولین بار میخوام توضیح بدم چی کار میخوایم بکنیم بچه ها. برنامه کلاس 11 ما چیه؟ اولا بچه ها
آموزش اول مفهومی و کاملا تشریحی کتاب فیزیک 11. احتمال میره من چون با صحبت هایی که بخوام بکنن احتمال داره با صحبت هایی که میکنن برای زمان کنکور شما امتحان بچه ها نهایی بگیرن واسه 11 صحبت ها شده دیگه، یعنی درس نمره تشریحیش هم مهم میشه. ما آموزش کاملا مفهومی و تشریحی خواهیم داشت برای فیزیک 11 بدون، یعنی هر آنچه که در کتاب فیزیک 11 شما میاد به طور کامل با هم بحث میکنیم، اهم از تمرین ها، فعالیت ها، بیاموزیم ها. و یه وقتایی بچه ها میگن آقا کتابو مهمه بخونید. نمیدید بچه ها کتاب شما زوایایی داره که شما نمیتونید اونو بفهمید. مثلا دارم میگم الان کتاب تست و اینا رو همه رو بهتون میگم بچه ها، اگه به من فرصت بدید من توضیحات رو بهتون بدم، بعدش نگار عزیزم هر چیزی که ایراد داشتید با هم دیگه رفعش کار میکنیم اینو. باشه بابا، مرسی دختر نگار، مرسی بچه عزیزم. من اول توضیحات رو میدم بعد اگه اشکال داشتید سوال رو واسه تون بیشتر من جواب میدم. خوب گوش کنید من جا، اولا اینو کامل کار میکنیم، احتمال داره نمره امتحان تشریحیتون برای کنکورتون خیلی مهم شه. یه سوء تفاهمی وجود داره بین بچه ها، بچه ها متاسفانه یه اشتباهی میکنن همیشه. وقتی ما صحبت از آموزش مفهومی فیزیک میکنیم، یعنی به بچه ها میگیم بچه ها شما باید فیزیک رو مفهومی یاد بگیرید، دوره نمیدونم کتاب 1000 نکته جوندگان و 50 نکته خزندگان و 200 نکته پرندگان و نمیدونم آی این تست رو دیدی اینو بزن و اینو دیدی گزینه رو رد کن و اینو. گذشت بچه ها، گذشت، زمانش تموم شده. در کنکور سراسری دیگه یه جوری به شما سوال نمیدن که آقا من یه نکته مسخره حفظم مثلا، اگر اینو دیدی اینو بزن. بابا جون گذشت. یا نمیدونم چه سری پرت و پلاها میگن نمیدونم تو محاسبات این کار، اینو گذشت همشون بچا. دوره این پرت و پلاها گذشته. کسی فیزیکو خوب بلده که مفهومی یاد میگیره، اما یه سوء تفاهم. دانش آموز میگه آقا فکر میکنه وقتی من راجع به تدریس مفهومی صحبت میکنم منظورم اینه که باید هی بنویسه، هر کی بیشتر بنویسه حلش طولانی تر باشه مفهومی تره. در صورتی که نه. من یه چیزی برای بچه هم میشه میکشم. بچه ها شما فرض کنید این باکس اینجا باشه، سوال در فیزیک، این باشه فرمول ها و روابط، اینم باشه جوابش. در حالت کلی بچه ها ما وقتی میخواییم یک سوال فیزیک رو وقتی میخونیم میفهمیم، وقتی که درکش کردیم سوال چی میخواد، باید بریم اول سراغ فرمول ها، از این سری فرمول ها استفاده بکنیم و به جواب برسیم. جالبه بهتون بگم بچه ها، اتفاقا اونایی که فیزیکو خوب مفهومی بلدن، جالبه بدونید میتونن بچه ها این قسمت فرموله ها رو دور بزنن مستقیما بیان به جواب برسن. اینا تکنیک داره، اینا علکی نیستش که بچه ها، در مرور زمان شما باید یاد بگیرید. من همیشه به بچه ها گفتم فیزیک یک ذوالفقار دو لبه، یه لبش فیزیکه یه لبش ریاضیه. ما حتی اگه لب فیزیکش رو برای شما کند کنیم، اگر شما در محاسبات ریاضیش مشکل داشته باشید باز ما مشکل داریم. یکی از وظایف من که حالا وظایف واقعا شرعی و عرفی من نیست، اما من وظیفه خودم میدونم که به دانش آموزای خودم اینو یاد بدم، کسایی که اومدن تو کلاس من و به من اطمینان کردن، اینکه محاسبات هم با شما کار کنم، چجوری معادلات رو حل کنید، چجوری سهمیه ها رو سریع بکشید، چجوری ضرب و تقسیم هایی که من شد توی سال دهم داشتید توی این تعادل آب و یخ یادتونه؟ توی این تعادل آب و یخ یک سری سوال های چرت و پرت داشتید، LFش نمیدونم 336,000 بود، LV 4 میلیون بود، 2,258,000 میذاشتید، ساده نمیشد، اشکتون در میومد، یا توی لوله های یو شکل. اینه تکنیک دارن. شما سر جلسه کنکور که ماشین حساب آزاد نیستید که. بله تو امتحانه مدرسه ماشین حسابتون آزاده، خانم شایگان میتونید برش کنید بر من، ماشین حساب آزاد راحتی، ولی تو کنکور که این خبر رو نیست، پس من مجبورم طوری به شما آموزش بدم که اینا رو هم یاد بگیرید. خب اما آقا
ما چی کارا میخواییم بکنیم؟ یک، اولا آموزش کاملا مفهومی فیزیک 11 هم به اضافه یه خبر خوب برای بچه ها دانش آموزه 11 هم اهواز که امسال برای اولین بار تو کلاس 11 هم اهواز میخوام این کار رو بکنم. تا به حال توی 11 همی نگردم. به اضافه دوره تستی فیزیک دهم، یعنی فیزیک دهم رو هم با هم دوره تستی میکنیم. نکات حرفه‌ایش رو بهتون میگیم، حالت جمع کارگاه های جمع بندی، مثلا بهتون میگم بچه ها فلان وقت واسه مثلا چگالی رو یه خلاصه درس بهتون میدم، میگم بخونید، یه کارگاه میذاریم واسه جمع بندی چگالی، مثلا فشار و لوله های یوشکل رو بهتون یه جزوه میدم بخونید، بعد یه کارگاه میذارم واسه جمع بندیش که خیلی کمکتون میکنه، که انشاءالله من شما امسال هم دهم هم یازدهم شما رو ببندیم. به اضافه حل تست های بسیار تکنیکی و مهم از فیزیک 11 هم، یعنی من شما روی فیزیک 11 همتون هم سوالای تکنیکی و مهمی رو با هم کار میکنیم. اما سوال اینه که آقا فیزیکو چجوری باید بخونیم؟ خب ببینید بچه ها، اولا همه شما عزیزان من که میخواید تشریف بیارید سر کلاس من، یه کتاب تست بهتون معرفی میکنم. کتاب تستمون اینه، اینو میخرید بچه ها که سوال دیگه هم به دردتون میخوره. کتاب تست فیزیک پایه گاج نقره‌ای، در حال حاضر بهترین کتاب تسته. ریحانه اصلا نگران نباش، فیزیک دهم هم میتره کنم واسه تون، فقط یازدهم کار نمی کنم که بابا، فیزیک دهم هم عالی با هم تست میزنیم، از رو همین کتاب نقره‌ای گاج تمرین میکنیم، عالی جمعش میکنیم، اصلا نگران نباشید. آها اگه داریدش که هیچی، اگه ندارید کتاب فیزیک پایه گاج نقره‌ای. بچه ها یه مطلب دیگه روی جزوتونه، جزوه های شما، حالا جزوتون تو پنل هست ولی من اعتقاد دارم اگه میتونید تو هفته بعدی که حالا بهتون تایمش رو میگیم جزوه ها رو برید از آموزشگاه اندیشه در آقای محمد میگه میکرو طلایی چجوره. ببینید بابا جان، اگر شما کتاب های دیگه از پایه دارید، نمیخوام مجبورتونم کتاب بخرید، ولی بچه ها من این کتاب رو میخوام، اگه میتونید حتما این کتاب رو تهیه کنید. من الان امسال 20 سالیه که دارم فیزیک درس میدم بچه ها، شما 20 گروهی هستید که سر کلاس من خواهید نشست و سال بعد کنکور بدید انشاءالله 21 ساله که من دارم درس هاشو 21 گروه میشید. ببینید بچه های عزیزم، تجربه من با بررسی کتاب ها میگه بهترین کتاب حال حاضر اینه، به اضافه تست های تن جزوه. جزوه های شما یک درس نامه دارن، به اضافه تست، به اضافه تمرین تشریحی در انتهای جزوه. خب اینا به چه دردی میخورن؟ شما یه درس نامه دارید بچه ها، جزوهتون الان تو پنل هست، برید نگاه کنید. مهم نیست چاپ جدیدش رو بگیرم، چاپ پارسال رو بگیرید، چاپ جدید که نیومده بابا، همین شب پارسال رو بگیرید خوبه. نهایت سوالای کنکور امسال میخواد اضافه بشه که اونم توی کلاس با هم تحلیل میکنیم، نگرانش نباشید. سه سطحی فعلا زوده. سه سطحی ها تای جزوه هم هست. ببینید بچه ها، تست هایی که سه سطحی هم چی دوشونه که قبلن؟ تست های سخت آزمون های گاج و قلمچی و ایناست دیگه، گزینه دوه، اونا تای جزوه خودم هست. پس بچه من به جای اینکه کتاب سه سطحی به تو پیشنهاد بکنم، به جای اینکه کتاب سه سطحی به پیشنهاد کنم، تستای تایی جزوه هم بودن. اما من نگاه کنید، یه توضیح بدم بچه ها، جزوه های ما چیا داره؟ یه درسنامه داره، تست داره، تمرین تشریحی داره. بچه های عزیزم، شما همه تون آخر کلاس من بهتون آی شماره تلفن خانم زنگنه رو میدم که پشتیبان کلاسمونه، که شما رو توی گروهی عضو بکنه. در گروهی که عضو میشید بچه ها، جالبه بدونید ما ویدئو و حل تمام تمرین های تایی جزوه رو میذاریم. یا
یکی از بزرگترین چالش‌های بچه‌ها موقعی که فیزیک می‌خونن می‌دونید چیه بچه‌ها؟ بزرگترین چالش بچه‌ها اینه درس رو از من گرفتن، تمارین رو خوندن، شروع می‌کنن به تست زدن. میرن سراغ اولین سوال، دومین سوال، اگه نتونن حل کنن تو ذوقشون می‌خوره. شاید بچه‌ها گیرشون خیلی گیر کوچیکی باشه. شاید یه جای سوال متوجه نشده باشن. اما به محض اینکه بچه ها به یک سوال یا دو سوال میخورن که به مشکل میخوره دیگه کلن میزاننش کنار. آیا آقا ما نمیفهمیم؟ اصلا از اولش من به درده نمیدونم فیزیک نمیخوردم؟ آقا از اصلا ما رو چه به فیزیک؟ این فیزیک چقدر آشغاله؟ به ما چه که فیزیک بخونیم؟ نمیدونم چی از جون ما میخوای؟ من دیگه نمیخوام درس بخونم؟ این چی؟ همون اول کلن بچه ها از سطح توقع پزشکی وارد سطح توقع زرشکی میشن بچه ها. یعنی کسایی که به پزشکی فکر میکردن میگن آقا زرشکی هم قبول شیم بستمونه، ما نمیخوایم. خب ما برای اینکه این اتفاق برای شما نیفته، برای اینکه این ضدحالو نخورید، سعی میکنیم ویدئوی خیلی جمله مهمه، ویدئوی حل سوالات تجربه در اختیارتون بذاریم که شما موقع تمرین کردن منو تو خونه داشته باشید. دیگه مطلب از طرفی ما یه پشتیبان بسیار درجه یک داریم برای شما، یکی دو تا پشتیبان خانم زنگنه که اصلیشونه، هد گروهشونه، ایشون رفع اشکالا رو برای شما انجام میدن، بحث آزموناتون رو چک میکنن، تکالیفتون رو، و انشاءالله به شما کمک خواهند کرد که برای سال برای آموزش فیزیک عالی بشید. نگار پرسیده آقا من یه سوال دارم، کلاس ها آنلاین یا حضوری هم دارید؟ نگار عزیزم فکر کنم دیر اومدید تو کلاس بابا. من اولش توضیح دادم، گفتم اگر آموزش پرورش اجازه بده کلاس ها حضوری هم میشه، حالا اونایی که حضوری نمیخوان بیان آنلاین هم سر جاش خواهد بود. فهمیدید؟ واسه 11 تجربی و ریاضی هیچ فرقی نداره. کتاب میکروی نقره‌ای گاج رو میگیرید بچه‌ها. میکروی نقره‌ای گاج همین چاپ پارسالش هم عالیه. نمیخواد واسه چاپ جدید بیاد. هیچ اتفاقی تو یه سال نیفتاده. تهش میخواد تستای امسال اضافه بشه. چون من یواش یواش از هفته‌های بعد هم تکلیف‌های تشریحی بهتون میدم، هم تکلیف‌های تستی ها. حواستون رو جمع کنید. سلما میگه آقا چقدر تو تابستون میدید؟ ما برنامه‌مون اینه که سلما عزیزم تا شب عیدتون، نهایت آخر فروردین، درس 11 تموم بشه و انشاءالله 70% فیزیک 10 رو هم با هم دوره کرده باشیم و تست داده باشیم. یعنی من آرزو میکنم در سال 12 این شماهایی که سر کلاس منید فقط فیزیک 12 مونده باشه که وقت داشته باشید. حالا بچه‌ها شما آزمونای جامعه هم کنید از بقیه جلو بیفتید. من امسال بچه‌ها برای اولین سال علاوه بر فیزیک 11 در کلاس 11 10 رو هم میخوام یاد بدم بهتون. خب اینم از این. یک سری بچه‌ها، من کلا آدم خوش اخلاقم تا پای تمرین‌های شما وسط میاد و آزموناتون. بچه‌ها آزموناتون رو بعد که ازتون می‌گیریم شرکت کنین، تکالیفتون رو و چیزایی که ازتون می‌خوام قبل از کلاس‌ها واسه پشتیباناتون بفرستید و به خدا کار خارق‌العاده‌ای ازتون نمی‌خوام. من اصلا به شما زیاد تکلیف نمیدم. مثلا بچه‌ها شاید من هفته‌ای مثلا 40 دونه 50 دونه سوال به شما بدم، یا مثلا 30 تا 40 تا سوال هر هفته به شما بدم. 30 تا سوال در هفته میشه روزی بچه‌ها حدود 5 تا سوال. جمعه رو هم تمرین نکنید روزی 5 تا دونه سوال فیزیک باید حل کنید. این استمراره که به شما کمک میکنه. خیلی جالبه بچه‌ها یاد گرفتن فیزیک، من همیشه به بچه‌ها گفتم مثل یاد گرفتن فیزیک بچه‌ها مثل موسیقی زدنه، یاد گرفتن فیزیک مثل دوچرخه سواریه. ببینید بچه‌ها شما امروز رفتید، مثلا دارم بهتون میگم، سر یه کلاس نقاشی بهترین استاد نقاشی بیاد بهترین بومو به شما بدن، بهترین قلمو بهتون بدن، آیا مدلی که جلوتون هست رو میتونید بکشید؟ بچه‌ها یه سوال ازتون دارم، لطفا جواب بدید، میتونید بکشید؟ نه بچه ها، اینقدر باید بکشید، اینقدر خراب کنید، اینقدر کار تکراری رو تمرین کنید تا یواش یواش به مهارت برسید. این مهارت یک ذره زمان میبره و احتیاج به استمرار داره، مثل موسیقی زدنه، یا شاید اصلا مثل آدمی که بچه ها من همیشه خودم درگیر چاقی بودم، یه مثال بزنم، مثل رژیم غذایی گرفتنه. بعضی ها رو دیدی جوگیرن،
دو هفته لب غذا نمیزنن، هیچی نمیخورن، رژیم سخت میگیرن، آی نمیدونم من فقط علف میخورم، کاهو به من بدید، نمیدونم واو فلان میدونن، هر روز صبح پا میشن، یه ذره وزنشون میاد پایین، خسته میشن، ول میکنن، از اونی که بودن چاقتر میشن. چه کسایی در کاهش وزن موفقن؟ اونایی که اتفاقا خیلی خودکشی نمیکنن ولی یه استمرار خوبی دارن، همیشه یه چیز متعادل رو دارن چیکار میکنن، بچه ها انجام میدن. این استمرار از همین چیز مهمتره. استمرار، استمرار، استمرار. بچه ها اگر شما تمرین کنید، بچه ها میگن که این مسلط میشین، با من بیایید جلو، بهتون قول میدم بچه ها دو ماه دیگه، یکی دو ماه دیگه به تسلطی تو فیزیک و تستاش برسید که باورتون نشه و من خیلی کمکتون میکنم در این زمینه. قول میدم که هر کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام بدم، کما اینکه آنلاین پشتیبانه زیادی واسهتون بذاریم، ویدیوهای آموزشی بذاریم، آزمونهای آزمایشی رو تحلیل کنیم، تمرین با هم بکنیم، به شرط اینکه خودتون هم بخواید. همیشه بچه‌ها دیدید بچه‌هایی که دارن دوچرخه سواری یاد میگیرن، دوچرخه‌هاشون کمکیایی داره، اوایلش این کمکی‌ها هست، بعد از این مدت بچه‌ها این کمکی‌ها هم که نباشه، یهو بدون اینکه بفهمن یه روزی می‌بینن می‌تونن دوچرخه سواری کنن. فیزیک تست دادن، ریاضی تمرین کردن هم همینطوره. یعنی شما با یک تمرین یهو یه روزی می‌بینید به تسلطی می‌رسید که باور نکردنیه. و یادتون باشه بچه‌ها، این شما عزیزانید که به من انگیزه میدید که من اینقدر خوب براتون کار کنم، اینقدر زحمت بکشم، اینقدر تلاش بکنم که کل فیزیک دهم و یازدهمتون رو به صورت کاملا تستی ببندید، سال دیگه فقط درگیر دوازدهم باشید و انشاءالله کلاس شما رو هم در سال دوازدهم از بقیه جدا میکنیم، چون شماها مدلتون فرق داره، شما فقط دوازدهم رو نیاز دارید، دیگه لازم نیست اون کلاسایی مثل بقیه رو بشینید که حالا از اول تا آخر رو بخونید. این کاریه که اول فیزیک یازدهم رو درس میدم، آیه بله اول فیزیک یازدهم رو میگم بهتون، بعد از فیزیک 11 همتون فیزیک 10 هم با هم کار میکنیم و تست هم ارتو کتاب تست بهتون میگم که تست بزنید. خب اگر سوالی چیزی دارید بپرسید، اگر نه که اگه موافق باشید یواش یواش شروع کنیم با هم یه مقداری درس رو هم جلو ببریم. سوالی چیزی ندارید؟ خب اگر بچه ها آماده اید که من درس رو شروع کنم، آره فاطمه اونم هست ولی اگه از تابستون شروع کنی خیلی باز بهتره. اگر آماده اید من درس رو شروع کنم یه عدد یک برای من ارسال کنید لطفا. مرسی 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 مرسی، عالی عالی. بریم بهتره کنیم بچه ها، بریم بهتره کنیم بچه ها. من امروز شروع اما میخوام بذارم روی الکترو استاتیک یا الکتریسیته ساکن. شماره پشتیبانم آخر کلاس بهتون میدم بچه ها. میخواید همین الان بگم یادداشت کنید؟ شماره پشتیبانم همین الان یادداشت بکنید که بعد از کلاس بهشون تو واتساپ پیام بدید تو گروه عضوتون کنن. بذارید همین الان بهتون شماره پشتیبانم بدم، خیالم راحت شه. بذارید من از تو گوشیم حفظ نیستم پیداش کنم. پس این شماره پشتیبانتونه 0937 858 91 98 به نام خانم زنگنه. لطف میکنید وقتی به ایشون پیام میدید میگید دانش آموز سال 11 هستید، اینو تأکید میکنید. دانش آموز سال 11 هم هستید، اینو تأکید میکنید. بله امروز هم میخوام فصل 1 11 هم شروع کنم. میگید خود دانش آموز سال 11 هم هستید، ایشون توی کانال عضوتون میکنه. یه چیز دیگه هم بگم بچه‌ها، وقتی که تو کلاس با هم داریم میخونیم، حالا بعضی میگن آقا نمیدونم ما کلاسامون کانالمون رو، بچه من از همین امروز کانالتون رو درست میکنم، یعنی همین امروز بعد از کلاستون تا شب کانال درست میشه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، این شماره رو حتما بچه‌ها الان یادداشت کنید، همتون شماره خانم زنگنه رو یادداشت کنید، خیلی مهمه که همتون رو داشته باشید. خب
خب یادداشت کنید بچه‌ها بعد از کلاس بهشون پیام میدید یه چیزی بهتون بگم. بچه‌های عزیزم الان که من میخوام به شما درس بدم یه زحمتی میکشید همتون. بچه‌ها اومدید فیلم سینما نیومدید اینجوری دراز بکشید لم بدید فیزیک رو نگاه کنید، یه ورق کاغذ میگیرید دستتون اینجوری بچه‌ها زل میزنید توی تخته، زل میزنید دقیق با دقت توی تخته رو نگاه میکنید که درس امروز رو یاد بگیرید. و اگر من سوالی گفتم به شما که حل بکنید لطفاً همین امروز دست به قلم شید. اولین چیزی که خیلی مهمه دست به قلم شدنه. اصیل عزیزم اصلا این واسه دانش آموزایی که سال دیگه کنکور دارن دیگه، واسه 11 هماست. تو اگه 12 همی ساعت بعد باید بیای. دانش آموزایی که سال بعد وارد 12 هم میشن ساعت بعد باید بیان. 12 همی ها ساعت 4 تا 7 کلاسشون. آن دهمی اشکال نداره، نه هیچ ایرادی نداره، اگه درست خوبه میتونی از این کلاس استفاده کنی، اگه درست خیلی خوبه ها. خب واقعا چیزی ربطی نداره که میری 11 هم اشکال نداره. دهمی که میرن 11 هم این کلاس، دهمی هایی که میرن 11 هم، دهمی هایی که وارد 11 هم میشن این کلاس مخصوص هم هست. خب پس بچه همه تون شما اگه شماره خانم زنگنه رو یاد داشت کردید یکش بفرستید من خیالم راحت شه. آها بعد از کلاس بچه ها در فاصله کمتر از نیم ساعت تمام چیزهایی که من تو کلاس می نویسم جزوه های حل شده من گذاشته میشه تو کانال براتون. یعنی عزیزان من شما احتیاج نیست الان تو کلاس شروع کنید بنوشتن یا نگران باشید من یه چیزی نوشتم شما جایی وارد نکردید. جزوه پاتخته ای تمام چیزایی که من تو کلاس تو جزوه می نویسم در اختیار شما قرار داده میشه، بعدن سر فرصت وارد جزوهتون می کنید. بعد از اینکه جزوه رو گرفتید، جزوه هم که گفتم هفته بعد تو آموزشگاه اندیشه در اختیارتون قرار داده میشه میتونید بگیرید. حالا کسایی هم که بخوان میتونن فایلشو بگیرن، از رو همون فایلشو برن به قول معروف پرینت کنن خودشون بگیرن، کسایی هم که میخوان از آموزشگاه میتونن تهیه کنن. پس بچه موقع نوشتن خیلی خودتونو درگیر بچه ها درگیر موقع نوشتن خودتونو درگیر نوشتن نکنید. بدونید من همه اینا رو خیلی خفن و خیلی درجه یک در اختیارتون میذارم. خب بریم بچه سراغ تدریس فصل اول فیزیک 11. این جزوهی که زیر دست منه دقیقا جزوهی که من توش تدریس میکنم، یه جزوه هم در اختیار شما قرار داده شده که حالا میتونید الان فعلا دانلودش کنید یا بعدا برید از آموزشگاه انشاءالله پرینت شده شو بگیرید. فیزیک من شد سال 11 همه شما فیزیک راجب الکتریسیته است. کلن الکتریسیته ساکن، مدارهای الکتریکی، مغناطیس و الغا. هم از جهتهایی میتونیم بگیم فیزیک آسونیه، هم از جهتهایی میتونیم بگیم فیزیک سختیه. این بسته به نظر طراح داره. میتونه سوالاش خیلی ساده باشه، میتونه خیلی پیچیده باشه تو کنکور، چون من چا این سوالا رو بعضن با هندسه های پیچیده امکان داره قاطی کنن، محاسباتش رو سخت کنن، که تمام این زوایا رو من موظفم به شما یاد بدم. اما الکتریسیته ساکن یا الکتروستاتیک چیست؟ تعریف رو نگاه کنید. میگه شاخه از علم فیزیک است که به بحث و بررسی درباره بارهای الکتریکی در حال سکون میپردازد. ببینید بچه ها بار الکتریکی چیه؟ من یه توضیح راجع به ساختار اتم به شما بدم. بچه یه اتم فرض بکنید، فرض کنید بچه این هسته یه اتمه، اینایی که بچه ها توشون مثبته پروتونن، اونایی که توشون هیچی نیست مثلا نوترونه. بچه این هسته الان، این هسته الان 4 تا پروتون داره 3 تا نوترون داره. بچه این هسته ای که من الان برای شما کشیدم 4 تا نوترون داره 3 تا پروتون. پروتون باراش مثبته، نوترون میدونید خنثاست. اطراف اینا الکترون داره میچرخه، حالا تو ابرهای الکترونی یک سری الکترون داره میچرخه. حالا شما فرض کنید این الکترون ها
با بارهای منفی دارن میچرخن. بچه ها الان قبول دارید که تعداد پروتون ها که بارشون مثبته و تعداد نوترون پروتون ها با بار مثبت و تعداد الکترون های بار منفی با هم برابرن، در این حالت ما میگیم اتم چه حالتی داره بچه ها؟ اتم خنثاست. نه اینکه الکترون نداره، نه اینکه پروتون نداره. چرا؟ اتفاقا هم الکترون داره هم پروتون داره، ولی تعداد الکترون ها و تعداد پروتون هاش با هم برابرن. به این حالت ما در اصطلاح میگیم اتم چیه بچه ها؟ خنثاست. یه سوال، اگر ما ازش الکترون بکنیم، ما الکترون بکنیم، به نظر شما بار اتم مثبت میشه یا منفی؟ باری کلا بچه، چرا انقدر حضور ندارید تو کلاس؟ خیلیاتون مثل اونایی میبونید که تازه از کمپ ترک اعتیاد آوردنتون سر کلاس، در مرحله سمزدایی هستید، دو روز پاکی اصلا حال ندارید، دراز کشیدید، حالا حضور داشته باشید تو کلاس ماشاءالله. یه تعدادتون خیلی خوب فعالیت دادی، نه حال ندارید، ولو شدید و دارید واسه خودتون فقط گوش میدید من چی میگم، خجالت بکشید از من پیر من. آباریکلا اگر ما از این الکترون بگیریم منشا، پس ما اگر از این الکترون بگیریم، تعداد پروتون ها بیشتر از تعداد الکترون ها میشه، بار چی میشه منشا؟ تعداد پروتون ها بیشتر میشه، بارش مثبت میشه. برعکس اگر بهش الکترون بدیم، تعداد الکترون ها بیشتر میشه و بار منفی میشه. پس بچه یادتون باشه اتم خنسا بدون بار نیست، تعداد پروتون های مثبت و الکترون های منفی آن یکسان است. یعنی هم یه خونسا کردن، اتم خونسا پس بار الکتریکی تو خودش داره، هم پروتون با بار مثبت داره هم الکترون با بار منفی داره، اما چون تعدادشون با هم برابره، تعداد پروتون و الکترون با هم برابره، ما میگیم اتم از لحاظ بار خونساست، اتم از لحاظ بار الکتریکی خونساست. نه میگم پروتون مثبت دارم، تکرار میکنم که پروتون مثبته، نه اینکه پروتون منفی دارید، پروتون مثبت دارم، بارش رو تکرار میکنم. اوکی، اما بار الکتریکی چیه بچه؟ میگن هرگاه بار الکتریکی یک جسم بدن، خوب گوش کن، میگه مضرب صحیحی از بار پایه است. بار پایه یعنی بار یک الکترون، بار یک الکترون که حساب کردن به ما گفتن بار یک الکترون هم انقدره، ای مساوی است با 1.6 × 10 به توان منفی 19 کولومب. حالا میگه اگه جسم الکترون از دست بده، بار جسم مثبت میشه، الکترون بگیره بارش منفی میشه. بیاید رابطه شه بار دیگه من بنویسیم بچه. ترم رابطه میگن بار الکتریکی یا کی میشه مثبت منفی N در E. ببینید بچه ها، این N میشه تعداد الکترون، E میشه بار پایه، بار پایه یا بار یک الکترون. مثبت زمانی که از جسم الکترون بگیریم، منفی زمانی که به جسم الکترون بدهیم. پس بچه تو حالت عادی تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها با هم چیان؟ برابرن، که اتم خنثاست. اگر شما الکترون هاشو اضافه کنید، بارش منفی میشه، ازش الکترون بگیرید،
پروتون ها بیشتر از الکترون ها میشن، بار خود خود چی میشه؟ مثبت میشه. حالا بشمن من اینجا براتون نمیسم یه چیزی قبل از اینکه مثال رو حل کنم. توجه، چون بالاخره من باید خود خود چیزایی که توی این فصل نیاز دارید رو بهتون یاد بدم. اینجا رو میرسم توجه تبدیل واحدهای مهم فصل الکتریسیته ساکن. چون ما دو تا تبدیل واحد خیلی مهم داریم تو فصل الکتریسیته ساکن. یکی بچه ها واحد میکروکولونه، یکی واحد نانوکولونه. این دوتا خیلی مهمه. چون میخوایم ببینیم این اگر به کولون بخوان تبدیل شن باید چی کارشون کنیم یا برعکسشون. همیشه بچه ها شما میدونید میکرو پسوند 10^-6 گرفتید؟ اگر شما بخواید میکروکولون رو به کولون تبدیل کنید باید ضرب در 10^-6 بکنید. اگر بخواید نانوکولون رو، نانو 10^-9 به کولون تبدیل کنید باید ضرب در 10^-9 بکنید. پس این دو تا تبدیل واحد یادتون باشه، میکرو 10^-6 نانو 10^-9. یعنی شما اگر بخواید یک میکروکولون رو به کولون تبدیل کنید باید ضرب در 10^-6 کنید. نانو کولون رو اگر بخواید به کولون تبدیل کنید باید ضرب در 10^-9 کنید. خب بریم بیایید با هم سوال حل کنیم. بچه تمام این جزوه‌هایی که دارم می‌نویسم همه‌شون رو قول بهتون میدم تا کمتر از 2 ساعت 3 ساعت بعد از هر جلسه توی گروهتون بارگذاری میشه. یعنی لطفاً خودتون رو درگیر نوشتن سر کلاس من نکنید. باشه بچه‌ها، ولی یه ورقه کاغذ جلوتون باشه که اگه من تک تک میگفتم گروه هم براتون بله بچه گروه هم آخر کلاس بهتون گفتم به خانم زنگنه پیام میدید تو گروه عضوتون میکنه. کسایی که حالا دیرتر اومدن شماره خانم زنگنه رو ندارن باز آخر کلاس براتون میذارم. بیایید پیش من گروه رفع اشکال فیزیک خودمون. خب سوال ببینید چی گفته من شا؟ گفته بار الکتریکی یک جسم، خوب حواسا به من، گفته بار الکتریکی یک جسم کیو مساویه با 8 میکروکولون. که بچه من اگه بخوام تبدیلش بکنم میشه چی؟ میشه 8^-10^-6 کولون. این جسم چه تعداد الکترون از دست داده است؟ این تعداد الکترون هایی که از دست داده چه تعداده؟ مرسی، خیلیاتون هم جلوتر حل کردید، عالی. این تعداد الکترون هایی که از دست داده چه تعداد؟ بچه‌های عزیزم بار هر الکترون رو هم ای رو بهتون داده 1.6 × 10^-19 کولون. عملا به نظر شما بار این جسم مثبت است یا منفی؟ جواب بارش مثبت یا منفیه؟ 100% که مثبته، معلومه که مثبته. خودش اولا بوده با مثبت 8 میکروکولونه، نگفته که منفیه. تازه گفته چه تعداد الکترون از دست داده است. فرمول ما رو می‌نویسیم، فرمول این بود کیو بود مثبت منفی ان ای، که ما جو مثبتش رو می‌نویسیم دیگه، مثبت ان ای. جابرداری می‌کنم 8^-10^-6 میشه ان تعداد الکترون هایی گرفتیم ^-1.6 × 10^-19. از اینجا اگر این رو حساب بکنیم میشه 8
ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که اگه ساده بشه بچه میشه 5 ضرب در 10 به توان 13 عدد. خیلی ساده بچه‌ها، 5 ضرب در 10 به توان 13، چون منفی 19 میاد بالا میشه مثبت 19، میشه 5 ضرب در 10 به توان 13. خیلی هم خوب بچه، من دیدم خیلی همتون جلوتر زود زود هم حل کرده بودی. اگه فهمیدید عدد یک برای من حساب کنید لطفا، همتون اگه فهمیدید عدد یک بفرستید. مرسی بچه ها، قبراق تو کلاس حضور داشته باشید، فعال باشید. ما قرار امسا دو تا کتاب فیزیک با هم بخونیم، دهم و یازدهم. باید خیلی جون دار ترتیب کلاس حضور داشته باشید، به من انرژی بدید. باری شد بچه ها، من برای سوال بعدی به شما یه دقیقه وقت میدم، شما حلش کنید. صورت سوالی که میبینید یک دقیقه وقت دارید حل کنید. بودید ببینید چی کار میکنید. یک دقیقه وقت دارید. فرمولش هم این بود. بچه‌ها میشه فرمولش یه بار دیگه بنویسید. جزوه ندارید، من یه بار دیگه فرمولش رو بنویسم. فرمول این سوالا اینه: Q مساوی است با مثبت منفی N E. ماشاءالله چه دانش آموزه درجه یکی داریم امسال ما. مرسی مرسی. عالی عالی عالی، خیلی خوب بود بچه‌ها، کیف کردیم. بعضی بچه این آقا از این فرمولای آسون، فرمول آسونیه دیگه، خدا پیغمبریش بچه ها، خیلی فرمول آسونیه. میگه آقا از این آسون هم تو کنکور میاد؟ مثلا مگه میشه از این هم تو کنکور بیاد؟ بچه تو 3 سال اخیر، تو 5 سال اخیر بهتر بگم، 2 بار سوال کنکور بوده و همین آسونی. همه سوال کنکور که سوال پیچیده و سختی نیستن. سوال آسون هم ما داریم تو کنکور. نگاه کنید، میگه به جسمی 2 ضرب در 10 به توان 22 عدد الکترون منتقل شده، پس N تعداد الکترون ها شده 2 ضرب در 10 به توان 22 عدد. اندازه و نوع بار جسم. اولا بچه ها، نوع بار جسم بار منفی میشه. Q حتما از لحاظ علامتی منفیه. چرا؟ چون الکترون منتقل شده بهش، یعنی الکترون های منفیش زیادتر شدن. اینا اول تعداد الکترون پروتونشون اولی 11، من نوشتم 22، حق با شماست، حق با توست. ده با شد، چرا ده با شد؟ اوف آنگه رو تونه میخونم بچه، حق با توه، چرا ده رو میشه؟ باشه دوست کنم بچه، دوست کنم. خب دو ضرب در 10 توان 11 است. چون الکترون بهش منتقل شده، ببین اول الکترون پروتون ها با هم برابر بودن، حالا ما الکترون بهش منتقل کردیم. منتقل کردن الکترون باعث میشه تعداد الکترون ها چی بشه بچه ها؟ زیاد بشه و بار منفی بشه. پس بار منفی اینا هم که به اون داده، بار یک الکترون هم که داریم جاگذاری میکنیم، میگیم کیو مساوی است با منفیه.
به جای n چند میذاریم؟ 2 ضرب در 10 به توان 11. 2 ضرب در 10 به توان 11 ضرب در e. این هم بهتون داده 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که میشه منفی 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 8 کولون. منفی 3.2 ضرب در 10 منفی 8 کولون. حالا اشکال امکان داره یک بار چند میکروکولون است؟ کیو میشه 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 8. حالا بچه ایران تبدیل به میکروکولون کنیم و ضرب در 10 به توان 6 کنیم. میکروکولون میگه آقا اینجا که نگفته، من نمیدونم اگه کولون خواسته بود که همونه، اما گفته بود بار چند میکروکولون، نمیشه 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 2 میکرو کولون. اگر این سوال رو فهمیدید لطفاً یه عددی فقط بفرستید ببینم. باریکلا مرسی. بگو سر عزیزم، بگو سوال چیه، محاسبات رو توضیح بدم. ببین بابا، 2 ضرب در 1.6 دهم که میشه 3.2 دهم. 1 ده به توان 11 داری، 1 ده به توان منفی 19. خب اینا با هم جمع میشه توان دیگه 10. ببین 10 ضرب در 10 به توان 11 ضرب در 10 به توان منفی 19 با هم جمع بشه 10 به توان منفی 8 میمونه. خب ببین، نه سحر عزیزم، تبدیل واحد رو نگاه کن. ببین بابا جان، تو اگه بخوای میکروکولون رو به کولون تبدیل کنی باید ضرب در 10 به توان منفی 6 بکنی، اما اگر کولون رو بخوای تبدیل به میکروکولون کنی برعکس دیگه، باید ضرب در 10 به توان 6 بکنی، چون کولون واحد بزرگتریه. یا ناناکولون رو به کولون بخوای تبدیل کنی باید ضرب در 10 به توان منفی 9 کنی، برعکس اگر کولون رو خواستی به نانو کولون تبدیل کنی باید ضرب در 10 به توان 9 کنی. نه حدیث، این بسته به سواله. یه وقتایی خود سوال بهتون میگه میکروکولون به دست بیاری، وقتایی میگه کولون. این دیگه سلیقه سواله. حالا بچه من یه سوال بگم شما برام حلش بکنید، یکی دیگه ببینم چی زودتر حل میکنه. مثال، بار الکتریکی جسمی شیش مومنی شست و چهار نانو کولون است، منفی 64 نانو کولون است. منفی شما بذارم، چه تعداد الکترون به جسم داده این؟ ای رو هم بهتون میده، 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولون. بودو ببینم چی کار میکنی. لطفا حواستون به واحدها هم باشه، خیلی دقت کنید، واحدها خیلی مهمه. حتما حواستون به واحدها باشه، خیلی حواستون به واحدها باشه.
منفی 64 میکروکولومبه. چقدر عالی عالی عالی. باری کلا باری کلا عالی. خب بگو من شدیم همتون درست حل کردید ها. حالا من حلش بکنم. گفته بار الکتریکی منفی 64 نانو کولونه که میشه منفی 64 ضرب در 10 به توان منفی 9 کولون. این بار من منفی 64 ضرب در 10 به توان منفی 9 کولون. اومده گفته تعداد الکترون هایی که از بهش دادیم چقدره. بچه اینجا به کیو باید از منفی N در E استفاده کنیم. چرا؟ چون بارمون منفیه دیگه. کیو از مثبت منفی N-E. قطعا بارمون چون منفیه به جسم ما الکترون داریم بارمون منفی میشه. از منفیش استفاده میکنیم. کیو میشه منفی N-E. جاگذاری میکنیم. به جای کیو چی میذاریم؟ منفی 64 ضرب در 10 به توان منفی 9 مساوی میشه با N که تعداد الکترونمونه ضرب در E منفی N ضرب در 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که از اینجا اگه ساده کنید بچه ها N مساوی میشه با 64 منفی ها که با هم میدن ضرب در 10 به توان منفی 9 بروی 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19. خب 64 با 1.6 دهم ساده میشه نسبتش میشه 40. منفی 19 میاد بالا میشه مثبت 19 که اینجا 10 به توان 10 میمونه تو اون اگه ضرب بشه N میشه 4 ضرب در 10 به توان 11 عدد تعداد الکترون هایی که ازش میگیریم. بچه حواستون باشه تعداد الکترون نمیتونه منفی باشه چون فرمول منفی داره این منفی ها با هم میره. ولی وقتی بچه یادشون میره اون منفی ها رو ساده کنن یه قرآن خدا غلط نمیشه ولی خب قشنگ نیست دیگه ما بگیم تعداد الکترون. بله میتونی این کارم بکنی پرتوی عزیزم؟ میتونی. خب این هم از این سال. اما بچه ها یه تمرین خیلی مهم داریم. تمرین گوش مهم کتاب درسی توی کتاب درسیتون اومده گفته عدد اتمی کربن 6. بچه ها عدد اتمی کربن 6 یعنی 6 تا پروتون. سمانه بار منفی بود دیگه. آره تو فرمول اصلی باید کیو رو بس به کولوم بذاریم. بله ویدیو آفلاین هم کلاس داره. خب بچه ها عدد کربن 6 من یه شکل حدودی براتون بکشم. شما انگار بچه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا شش تا پروتون دارید. خب 6 تا هم الکترون دارید. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا. خوب گوش کنید بچه ها این تمرین رو قشنگ یاد بگیرید. این تمرین رو قشنگ یاد بگیرید. میگه بار اتم کربن اتم بچه ها یعنی مجموعه پروتون و نوترون و الکترون عدد اتم کربن 6 بچه یعنی 6 تا
پروتون با بار مثبت توی هسته دارید، 6 تا الکترون دارید، یه مقداری هم نوترون. الف بچه‌ها یه بار اتم کربن چند میکروکولونه؟ به نظر شما بار اتم کربن چند میکروکولونه بچه‌ها؟ یه نظر بدید. الان بچه‌ها این اتم بارش چنده؟ صفره باری کلا. اتم کربن خنثاست. چرا خنثاست؟ بله همین میخوام بگم دیگه، اتم خنثاست. ببین اتم چون 6 تا الکترون داره 6 تا پروتون، تعداد الکترون پروتوناش با هم برابره، پس میگید اتم خنثاست و کیو مساوی با صفر. اما به این رو نگاه کن، گفته چی؟ گفته بار هسته کربن چقدره. این دیگه فرق داره. بچه ها به گفته بار هسته کربن چقدره. این بچه ها برای ب ما میگیم کیو هسته میشه مثبت منفی ان ای، میشه ان ای مثبت یا منفی ان ای. به نظر شما بچه ها برای اینکه ما از اتممون این اتم خنثا رو بخوایم برسیم به هسته، باید ازش الکترون بگیریم یا بهش الکترون بدیم؟ بچه ما از این اتممون میخوایم برسیم به هسته، میخوایم فقط هسته بمونه. ببین الکترونشو باید ازش بگیریم، باری کلا بچه باید ازش 6 تا الکترون بگیریم. اگر من از اتمی که 6 تا الکترون داره، 6 تا پروتون و نوترونهای دیگه هم داره، اگر من این 6 تا الکترونش رو بگیرم، 6 تا الکترون بگیرم، بار هسته اینجوریه که به از اتم خنسا 6 الکترون باید بگیریم. ببین از اونی که خنسا بوده، من اگر 6 تا الکترون بگیرم، اگر از اونی که خنسا بوده من 6 تا الکترون بکنم، به هسته میرسم دیگه. پس به میگم کیو مساوی میشه با مثبت ان ای. نکتش اینه که به جای N هم باید چند بذارم؟ 6. 6 تا الکترون بگیرم هسته میمونه. پس بار هسته کیو میشه چی؟ 6 ضرب در 1 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولوم. 6 ضرب در 1 و 6 میشه 9 ممیزه 6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولوم. پس حواستون باشه منشا، برای اینکه ما به هسته کربن برسیم، ببینیم اتم کربن که 6 تا پروتون دارد، میکروکولوم بخواد بلون میشه. اگه میکروکولون میخواست تبدیل میکردیم. حالا پس یه بار دیگه من توجه کنید به من، شما میگیم یک از اتم کربن، توجه به من باشه بچه های عزیزم، اتم کربن جمله رو نگاه کن. اتم کربن 6 تا الکترون داره، 6 تا پروتون با یه مقداری نوترون. من اگه بخوام به هسته برسم، فقط هسته داشته باشم، باید ازش 6 تا الکترون بکنم. پس بارش میشه مثبت 6 ضرب در 1 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 19. اما قسمت پ رو نگاه کنید. قسمت پ ببین چی میگه. تو قسمت پ میگه بار یون، خوب گوش کن، بار یون کربن دو مثبت چند میکروکولونه؟ بچا به نظر شما یون کربن دو مثبت به نسبت خنثاش چند تا ازش الکترون گرفته شده؟ آباری کلا، دو تا الکترون از دست داده دیگه. من برای اینکه بچا برای اینکه برسم به کربن دو مثبت،
باید از اتم خنسا دو الکترون بگیریم. برای اینکه به هسته برسیم باید 8 الکترون ازش بگیریم که بار هسته رو بخوایم پیدا کنیم. اما برای اینکه به کربن دو مثبت یا ایون دو مثبت برسیم کافی ازش 2 الکترون بگیریم. نه دیگه در کل 8 نیست. نه در 2 گرفتیم. اون 6 تا که گرفتیم به هسته رسیدیم. ایون دو مثبت 2 گرفته. به جای این 2 می‌ذاریم. کیو میشه مثبت یعنی باز مثبت 2 ضرب در 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که میشه مثبت 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولوم. اینم بچه ها یکی دیگه از سوالایی بودش که بعد منتون تمرین خیلی مهمی کتاب درسی تونه، تمرین های بسیار مهمی کتاب درسی تونه. اگر فهمیدید عدد 1 برای من حساب کنید لطفاً. اونی که چند میمونه مهم نیست، اونی که از خونسا چند تا گرفتی مهمه. سهر عزیزم ببین تو 6 تا الکترون و 6 تا پروتون داری، 100 تا الکترون هم 100 تا پروتون داشته باشه با فعلا صفره. اونی که از اون حالت خونسا چند تا میگیری مهمه. چون ببین 4 تا مونده الکترون 6 تا هم پروتونه، اون 4 تا اون 4 تا اون خونسا میکنه 2 تا کم شده. اما بچه ها شاید به طور کلی من بخوام بگم اصل مطلب این فصل از کجا شروع میشه؟ از قانون کولونه. آره اونجوری بود این کار رو میکردی منصومه مهدی عزیزم. فرمول اینه کیو هست مثبت منفی ان ای بار الکتریکی. اما بچه ها من به جرأت میتونم بگم درس ما تازه از قانون کولون شروع میشه. من امروز قانون کولون رو یه اجمالاً شروع میکنم، یه ذره بچه ها براتون تمرین هم میکنم، ولی انشالله اصل درسش میمونه واسه جلسه بعدی. اگه آماده اید که بچه ها این مثلا قانون کولون حتما امسال تو کنکور هم ازش تست میاد، اصلا شک نکنید. اگر آمادگی شو دارید من شروع کنم یه عدد 1 برام بفرستید. مرسی میخوام این بهتر کنیم اشا، میخوام این بهتر کنیم. گوش کن خوب، گوش کن اشا. شما فرض کنید من 2 تا ذره باردار دارم. مثلا بچه‌ها یک ذره اینجا دارم، از لحاظ الکتریکی بار اون هست Q1، یه ذره دیگری اینجا دارم بار این هم هست Q2، فاصله این دو تا ذره باردار هم از هم برابر با R. خیلی جالبه بچه ها میگه این دو ذره باردار به هم نیروی وارد میکنن. اگر هر دو ذره مثبت باشن همدیگر رو دفع میکنن، یعنی همدیگر رو هل میدن، یعنی رو گم شدن یا رو. اما اگه یکیشون مثبت باشه یکیشون منفی باشه همدیگر رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن. یعنی بارهای همنام، بارهای همنام همدیگر رو دافعه براشون ایجاد میشه، بارهای ناهمنام همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه براشون ایجاد میشه. خوب به حرفان گوش کن. پس بچه ها بارهای همنام دوبار همنام نیروی دافعه بینشون به وجود میاد. حالا یا جفتشون مثبت باشن یا جفتشون منفی باشن دافعه دارن. اما اگر یکی از بارهای الکتریکی ما مثبت باشه و بار دیگر منفی باشه، این دو بار و هم دیگه نیروی جاذبه وارد میکنن. اما فرمول این نیرو چیه؟ میگه من چون اندازه این نیرو اینه، اندازه
نیرویی که بین دوباره این فرمولش F مساوی است با F مساوی است با K که به این K میگن ثابت کولوم بهتون میده سوال Q1 Q2 به روی R به توان 2 Q1 Q2 ضرب در R به توان 2 که این Q هم اندازه بارست اصلا به هم حرکت نمی کنن دیگه ابوالفضل عزیزم یه تو محکم نگرشون داشتیم نمیذاریم نزدیکشن یا دورشن همین که کنار هم قرار بگیرن به هم نیرو وارد میکنه مثل نیرویی که زمین به ما وارد میکنه نیروی وزن اینا هم حرکت ندارن الان خب F میشه کاتا Q1 Q2 به روی R به توان 2 خوب نگاه کنید بچه ها این Q1 و این Q2 جفتشون واحدشون در SI باید کولون باشه R فاصله بین دوتا بار باید بر حسب متر باشه این F بر حسب چیه بچه ها؟ نیوتن این F بر حسب نیوتن K که همون ثابت کولونه ثابت کولون که با چی نشونش میدید؟ کا فرمولش میشه این اینو بهتون میدن اندازش 9 ضرب در 10 به توان 9 آقا لازم اینو حفظ باشیم؟ نه خود سوال به شما میده F نیروه F حرف اول کلمه فورس یعنی نیروه نیروی بین دوبار F میشود کاتا Q1 Q2 به R به توان 2 خب آنا فرمولشه بابا اثبات فرمولش تو جد کتابتون نیست کتابتون بوده با آزمایش فهمیدن ولی فرمولش توان دو داره این فرمولشه خیلی خوب بچه من یه مثال براتون میزنم خوب گوش کنید بعد یه راه خیلی خفن میخوام بهتون یاد بدم مثال در شکل زیر اندازه نیرویی که دوبار به هم وارد می کنند چند نیوتن است خوب بشه کار رو هم تو سوال به ما داده 9 ضرب در 10 به توان 9 شکل نمیده بچه به شکل نگشتم براتون این فاصله هست مثلا 3 سانتی متر مثلا Q1مون هست 2 میکرو کولون Q2مون هست 3 میکرو کولون آره محمد عزیزم اینی که به جای کانوت میذاریم من الان بهتون یاد میدم کجاست ولی فعلا گوش کن تا بهت بگم باید چیکار کنی اول بهتون بگم چشم گوش کن ببینید بچه ها میگه در شکل زیر اندازه نیرویی که دوتا بار به هم وارد میکنن چقدر بچه ها فرمول F اینه نگاه کن فرمول F هست کاتا Q1 Q2 به روی R به توان 2 همه تون بلدید بوش بچه من با دو راهی رو حل میکنم یه راه اصلیشه یه راه دیگه هم بهتون یاد میدم نه سختم نشد مهدی حوصله کن یاد میگیری بعد از اون یه راه بهت یاد میدم که انشالله خیلی کارت آسون تر میکنه F نیروی بین دوتا بار میشه
کان کیو یک کیو دو تقسیم بر آر به توان دو پرتون نه بیدقتی کردی یه جاشو بیدقتی کردی الان متوجه میشی مساوی میشه با خوب نگاه کنید به جای کا چند میذارم نه ضرب در ده به توان نه ضرب در کیو یک دو میکروکولانه میشه دو ضرب در ده به توان منفی 6 کولون اینم میشه 3 ضرب در ده به توان منفی 6 کولون 3 سانتی متر هم میشه 3 ضرب در ده به توان منفی 2 متر چون بچه سانتی متر رو به متر تبدیل کنیم و ضرب در توان منفی 2 کنیم دیگه کیوه کو چند میذارم؟ 2 ضرب در ده به توان منفی 6 ضرب در 3 ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی فاصله مون هست 3 ضرب در 10 به توان منفی 2 به توان 2 آقا چه خبره؟ وای سکته کردیم من نمیخوام بوشم الان بهت میگم باید چی کار کنی الان تکنیکش رو بهت میگم سکته نه که بچه ها این 3 ضرب در 3 ممیزش 3 ممیز 2 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 10 به توان منفی 2 به توان 2 عملا میشه 9 ضرب در 10 به توان منفی 4 شروع کنید به ساده کردن اینجوری میشه 9 صورت با 9 مخرج میره این ضرب توان منفی 4 میاد بالا مثبت 4 کلا ضرب بکنید بچه ها میشه 60 نیوتون سخت نیست بچه ها سخت نیست فقط بچه ها داستانی که داره میدونید چیه داستانی که داره اینه عدداش بده بیا بیشه من حالا من یه راه دیگه میخوام بهت پیشنهاد بدم همون سوال رو نگاه کن تا بعدا توجهش رو بهتون بگم فرض کنید کیو یکتون بوده 2 میکرو کنه این فاصله بوده 3 سانتی متر آر کیو دو بوده 3 میکرو کولوم نه مهدی گوش کن بچه یه تکنیک درجه یک بهتون یاد میدم بعدا مینویسم توجه در 99 درصد سوالای قانون کولون در 99 درصد سوالات قانون کولون بارها بر حسب میکرو کولون و فاصله ها بر حسب سانتی متر بارها بر حسب میکرو کولون و فاصله ها بر حسب چند سانتی متر یه توجه بهتون بگم میگه اگر بارها بر حسب میکرو کولوم و فاصله ها بر حسب سانتی متر باشد می توان نوشت بچه‌ها میتونید اینجوری بنویسید بگید F میشه 90 تا Q1 Q2 به روی آر به توان دو به شرطی که این کیو یک و کیو دو تون رو بذارید میکرو کولوم بمونه این آرتون هم بذارید سانتی متر بمونه دیگه تبدیل واحد نکنید یعنی بچه های عزیزم اینو از من یادگاری داشته باشید شما تو سوال قانون کولوم درسته سوال به شما کار رو میده نوه زب در ده به توان نو نمیخواد تو اون رو بذارید چون اون کار رو کنید بچه ها هم سرعتتون پایین میاد هم دقتتون شما زحمتی که میگشید به جای کا میذارید 90 گوشون به جای کا میذارید 90 دیگه در این راحت نکنید از این بهتر منو نگاه کن طبق اون چیزی که عباسیان به هم یاد داده پس این میشه نگاه کنید میگم F مساوی است با 90 تا Q1 Q2 به روی R به توان 2 میشوند 90
دیگه زبدی باید نکن. بگو دوی زب در سه به روی فاصله مونم که سه به توان دوه که میشه چی؟ نه. حالا نگاه کن بابا، این نه به نه یه مرتبه، این ده مرتبه سه دوتا شیش زب در ده میشه 60 نیوتن. دیدی چقدر آسون تر شد؟ به همین جواب میرسی. پس بچه ها تو اجازه داری به جای کا بذاری نوند، به شرط اینکه جمله رو نگاه کن، تو اجازه داری در سوال به جای کا نوند بذاری به شرط اینکه بار میکروکولوم باشه، فاصله از سانتیمتر باشه، دیگه تبدیل واحد نمیخواد. اگه فهمیدید عدد یک برمان میفرسید. خیلی بچه ها آسون داره، قبول داری چقدر کار ما رو آسون میکنه. حالا بچه ها از این مدل تکنیک ها می نهایت مثلا صد ها تکنیک در فیزیک به شما یاد میدیم، در فشار، در دماگرما، همون محاسبات عجیب غریبی که توی فشار داشتید، در گرما داشتید، در تعادل آب و یخ داشتید، اونا هم تکنیک دارن. تکنیکش رو بلد باشه آسون میکنه واسهتون. پس من بدم نمیاد توی متن جزوه‌تون اینجا توجهش رو بنویسم که بدونید خیلی توجه مهمه. توجه مهم اینجا بنویسم، توجه مهم در قانون کولون. اگر بارها بر حسب میکروکولون و فاصله سانتی متر باشد، میتوان فرمول را به صورت زیر نوشت. بیاید اینجا فرمولمون اینجوری میتونیم بنویسیم، بگیم F مساوی است 90 تا کیو یک کیو دو بروی R به توان دو. اما بازم میگم به شرط اینکه این کیو یک و کیو دو بر حسب میکروکولوم باشه، این آر بر حسب سانتی متر باشه. یه چیز خیلی مهم بهتون بگم بچه ها، پس فرمول اصلیش اینه ها، اونی که تو کتابتون هست اینه، اف هست کا کیو یک کیو دو بروی آر به توان دو. ما خودمون سر خود به جای کا میداریم 90. اگر بارهامون میکروکولوم بود، اگر بارهامون میکروکولوم بود و فاصله هامون سانتی متر بود، خودمون به جای کاهش می‌ذاریم 90 می‌ذاریم. حالا من یک مثال دیگه بگم، اینو شما حل کنید. مثال در شکل زیر اندازه نیروی بین دو بار چند نیوتن است. بچه ها درست تو سوال به شما کار رو میده 9 ضرب در 10 به توان 9، ولی شما اجازه دارید به جای کا چند بذارید 90، به شرط اینکه فاصله ها سانتی متر باشه، بارها بر حسب میکروکولوم. سوالم اینه، نگاه کن،
بوده این ببینم یه دقیقه وقت دارید سریع. بچه سوال کار رو بهتون میده مهزم در درم درمان اینو شما اجازه دارید نوت بذارید. بالیشن میبینید بچه هاشم از سرعتتون بالا میره، شما بخواید اینا رو تبدیل واحد کنید و اینا بابای آدم در میاد. من میگم بچه ها F مساوی است با، چون باران میکروکولونه فاصله هم سانتیمتره، میذارم 90 تا Q1 Q2 به روی R به توان دو میشه 90 ضرب داره Q1 4 Q2 8 به روی R به توان 2 4 به توان 2 که میشه چند؟ 16. خب 16 رو با 8 ساده کنیم چه یه مرتبه؟ این میشه 2. 2 رو با این 4 بزنیم میشه 2 مرتبه، 2 ضرب در 90 میمونه 180 نیوتن. بچه خدا وکیلی سخته این؟ ولی اولش شما سوال دیده بودید داشتی قالب توهی میکردید، در صورت یه آسون میشه واسه تون. بله حالا باید ببینید جلسه های بعد ببین چی ها بهتون یاد بدن بچه ها، یعنی هر تیکه که بینیم جلو واسه هر قسمت تکنیک های خاص خودشو بدید. من تازه پیشنهاد بهتون بکنم بچه ها، میگه آقا شاید سوال بپرسی، آقا یه بوستن اینجا برای بکشم نگاه کن، میگه آقا اومدیم و اومدیم بارها رو به ما میکروکولون نداد، نانوکولون داد. چون بچه کولون که نمیده اصلا، بچه کولون شایع نیست، یا میکروکولون میده یا نانوکولون میده. این کلاس دقیقا برای شما هست نمیرسه، این کلاس دقیقا واسه شما هست اتفاق. من رو نگاه کنید بچه، من میگم اگه یه وقتی دیدید بار رو به شما نانو کولون داد هم نمیخواد به کولون تبدیلش کنید، تبدیلش کنید به میکرو کولون، بذارید تو این فرمول. چجوری؟ اگه نانو رو ضرب در 10 به توان منفی 3 بکنید تبدیل به میکرو کولون میشه. یا حتی من پیشنهاد اینه اگر فاصله رو هم بر حسب متر داد اتفاقاً ضرب در صد بکنید که بشه سانتیمتر، بذارید تو این فرمول. یعنی این فرمول کار کردن باهاش آسون‌تر از راه اصلیه. یعنی بهتره که بچه ها اگر شما نانو کولون هم مثلا بهتون داد به میکرو کولون تبدیل کنید تو این فرمول بذارید. گرفتی چی شد؟ یا مثلا یه فاصله رو متر انداز شما به سانتیمتر تبدیل کنید توی این فرمول رو دارید. کار کردن با این فرمول به مراتب آسون تره. یه مثال دیگه بنویسم، موافقی؟ وقت بدم شما حل کنید. باز دوباره مثال، در شکل زیر نیروی بین دو بار چند نیوتن است؟ کار رو بهتون میده 9 ضرب در 10 به در میشه چسب داریم؟ بنا چسب داریم. کار رو میده 9 ضرب در 10 به در اینو شکلمون هم اینه نگاه کن. Q1 200 نانوکولون، Q2 مرسی Q2 600 نانوکولون، فاصله را مثلا به اون داده 0.3 متر. بچه ها 0.3 متر، من جای شما باشم
بارا رو به میکروکولون تبدیل میکنم، فاصله رو به سانتی متر میذارم تو فرمول 90. برو ببینم چیکار میکنی، یه دقیقه وقت داری. شکسته گوشه هاش، شل شده. باری کردم اکثرتون جوابتون درسته. ببینیم چیکار کردیم. بچه ها، عباسیان به همون یاد داده، گفته شما حق دارید بنویسید، حق دارید بنویسید F مساوی است نود تا Q1 Q2 به روی R به توان 2. شما حق دارید بنویسید F میشه 90 تا Q1 Q2 به روی R به توان 2، اما شرط داره Q1 و Q2 باید میکروکولوم باشن، فاصله سانتی متر باشه. الان Q1 رو نگاه کن، Q1 هست 200 نانوکولوم که میشه 200 ضرب در 10 به توان منفی 3 میکروکولوم، میشه 0.2 میکروکولوم دیگه. اگه ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه میشه 0.2 میکروکولوم. یا Q2 300 نانوکولونه، میشه 300 ضرب در 10 به توان منفی 3 میکروکولوم، میشه 0.3 میکروکولوم. فاصله رو نگاه کن، R 0.3 متره. اگه ضرب در 100 کنیم میشه 0.3 ضرب در 100 میشه 30 سانتی متر. بهتر بارها میکروکولوم باشن، فاصله سانتی متر. خب حالا جاگذاری میکنیم میشه 90. کیویوکو میزنیم 0.2، یعنی 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 ضرب در 0.3، 3 ضرب در 10 به توان منفی 1 به روی R به توان 2، 30 به توان 2. میشه چند؟ 900. آها 600، من نوشتم 300، ببخشید 600 رو من نوشتم 300، حواسم نبود، ببخشید. اینه 600 6. خب ساده میکنیم بچه، نگاه کنید، این به 90 یه مرتبه، این 10 مرتبه. کلن بچه حساب کنید، 2 6 تا 12 میشه 12، 10 هم بیاد بالا میشه 12 ضرب در 10 به توان منفی 3 نیوتن. بله، برای تبدیل نانو به میکرو باید ضرب در 10 به توان منفی چند بکنیم؟ 3. 12 صدم نیست دیگه، این 12 هزارمه بچه ها. محمد 12 صدم نیست، 12 هزارمه. خب بچه های عزیزم،
من نظرم اینه برای امروزتون کفایت میکنه. دیگه بیشتر از این برای امروز بستتونه. مطلب بمونه تا اینجا. تا جلسه من مطلب جدید براتون شروع کنم. یه بار دیگه من چون شماره خانم زنگنه رو براتون میفرستم. خانم زنگنه رو یه بار دیگه براتون بفرستم. بچا شماره شو. بچا شماره خانم زنگنه اینه. نگاه کنید. بار دیگه تکرار میکنم. خانم زنگنه شماره شون اینه 0937 858 9198. تماس میگیرید بچه ها، پیام میدید در واتساپ، میگید دانش آموز پایه چیم 11 هستیم که عضو گروه بشه در فشکال. گوش بدید، همیشه همین تایمه ولی نه 2 ساعت کلاس. من با این معاملش رو گفتم فعلا، تازه به اوایل قانون کلونم. یک شنبه ها همیشه همین ساعته. سلما بله، همیشه یک شنبه ها ساعت 2 تا 4. امروز چون جلسه اوله یه ذره کمتر درس دادم، از هفته بعد دیگه بچه ها کلاستون میشه 2 تا 4 و انشاءالله بچه ها تو جلسه های بعدی بهتون در حقیقت تایمی کلاس های دهم هم با هم فیکس میکنیم. یعنی بهتون میگیم تو تابستون کجای دهم رو میخوایم باهاتون کار کنیم، چقدر از دهم تابستون میگیم، چقدر بهشون پاییز میگیم، اینا رو هم بهتون میگیم. پس بچه یادتون نره به خانم زنگنه پیام بدید، عضو کانال بشید تا من تخت نوشته های امروز هم واسه تون تو کانالتون بذارم. خسته نباشید، موفق و پیروز باشید. به خانم زنگنه پیام بدید، عضو کانال بشید. بچه ها موفق باشید، عالی. بچه ها میخواییم بتره کنیم با هم یه سال. موفق باشید.